افتادم و بلندش. من گفتم نامردی از قرآن. پس جر نزن دیگه، خودت گفتی چشم اصلا منو پیدا میکنی. چه بوی خوبی میدی. من اصل مامانم یه پیس دارم به پیرنم، اگه بفهمی میکشتی. میبینمت. چی؟ دارم میبینمت. پس جر نزن دیگه، تو همش جر میزنی، تو هی شلش میکنی. چشم استس به خدا، دارم میبینمت. تو بزرگ شدی، قد مامانت شدی. چه شکلیم؟ چادر سیاه سرته. خیلی بزرگ شدی، از مامانت هم بزرگتر، ولی هنوز قشنگی. تو هی داری به میگی بیا، منم میخوام میام پیشه، دم باید شدی چسبیده به پام. کجایی؟ کجایی؟ علی آمبولانس جنازه آورده. خوشم که اصلا کمک نمیکنه. شما که اینجا گرفتی خوابیده. خیلی خوب بابا، یه دقیقه آروم بگیر. خب من از الف کفک نمیتونم جنازه رو تنهایی بیارم. بعد شما که میدونی من که یه ذره جنازه میترسم. آرزو یه دقیقه بیا تکلیف به این جنازه روشن کنیم. نمیتونم. باز گفتی جنازه؟ صد دفعه بهت نگفتم شهید نگو جنازه. منو نگاه کن. گفتم یا نگفتم؟ گفتم آرزو. نگو دیگه. بله ببخشید. ببینیم ببینم چی میگه. بچه‌ها اطلاع عملیات بوده، خمپاره خورده. حتی وقت نکنه گزارش شناساییش بده. یواش. میگه فراشام عملیات. درد بگیرن دوستان. این جیبشه که راهرو میشه دفاع جنازه که. تو بازار گفتی جنازه؟ بچه‌ها روز شهید. بیا اینو. خب چه فرق داره دیگه روز اینو؟ فرق میکنه. بچه مسلمونه باید پاش رو به قبله باشه. یواش. 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 یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. درد بگیره. فدای جان. پلاک نداره. حتما پلاکش دست علی آمبولانس دیگه آرزا. علی آمبولانس چیه؟ اسمشو درست بگو بابا. یکی به تو بگه اکبر رشتی خوبه. آرزا ببخشید ها، معذرت میخوام، من کوچیک شما هستم، ولی من که رشتی نیستم که، من بابولی هستم. حالا هر چی هستی نگاه کن تو پوتینش ببین اسمشو نوشته یا نه. آرزا کیلومتری هم شما بخوای در نظر بگیری، بابول تراش تهران شما فرق معامله است که. خیلی خوب، بیا اینجا. چی شد نوشته یا نه اونجا؟ نه آقا هیچی تو پوتین این ننوشته. بیا تو یقهشو نگاه کن. یا آرزا چی سویه؟ سوی چیه؟ درست نگاه کن. آرزا این سید هستش که این پسر هموی من هست. خب اسمش چیه؟ سید صادق موسویه. سید دو پاشو پاشو برو صورت دوماری آقا سید ما رو جور کن. پاشو پاشو آرزا.
کجایی پس؟ ببخش آرزا دست دار این که پنبهش کمه که آرزا پنبه فقط همین داشتیم تو انبار اگه میخوای برم از انبار بیارم برو بردو بیا با این کاری نمیتونی بکنی مامان چشم آرزا چشم ببین یه شیشه گلاب هم با خودت بیا چشم آرزا چشم آرزا موزه کاری که برام داری انجام میدی رو یادم نمیره اونور چه خبره؟ خیلی خبر هست بعد خودت بیای ببینی پس دعا کن زودتر بیام به وقتش میام حالا عجله نکن تو شناسایی تیر خوردی؟ آره پشت دریاچه اونجا خط حمله فرداست عملیات لو رفته منتظرمونن از فردا شب اون محور میشه صحرای کربلا من نمیذارم میرم به همه میگم تو نمیتونی کاری بکنی هیچکی نمیتونه فقط تمرین کن وقتی چشماتو باز میکنن ساکت باشی فرمانده اسمشو گذاشته بودن عملیات سرنوشت ساز اون عملیات چه دخلی داره به این سرنوشت چی این عملیات هم تو همون محور سرنوشت چی سرنوشت جنگ سوال خود امامه که چرا جای پادشاه وقت منفعله اگه خاطرتون باشه خود آقای هاشمی به امام گفتن که ما بریم یه عملیات انجام بدیم که اگه خواستیم بشینیم سر میز مذاکره جنگ تمام بکنیم دستمون پر باشه من راجع به قوانین جنگ کلاسیک دارم حرف میزنم این بنی صدام همین گفت جنگ کلاسیک من به شخص کار ندارم آقا اگه کسی خیانت کرده وطن فروشی کرده گوره باباش من دارم راجع به حساب کتاب حرف میزنم بی حساب کتاب بریم جلو تو عملیات شکست بخوریم چی هنوز دو هفته نگذشته از عملیات قبلی نه قربان دارم اصلا آجلالا منظورش این نبود شما حالا آروم باشید من اصلا جسارت نداشتم والله شک ندارم نه به صداقتتون نه به شجاعتتون به مولا علی قسم این مملکت تا حالا سربازای جگرداری مثل شما به خودش ندیده ولی جنگ تکنیک هم داره هیچی سه چهار روز حالت عجیب دارم دست خودم نیست شما واظب این نرو عملیات لو رفته کشته میشی ببینم بچه داری آره یه پسر دو ساله یه دختر یه ساله زن بچه ها چی میشن بابا دیوونگی نکن به خدا گناه دارن حالا تو یه نفر نری نمیشه بابا میگم عملیات لو رفته کجا داریم نمیشه نفعی شما کلین زدم براتون همه تو قتل عام میشین قتل عام آینم قدران میشه از دست جاتون یا نه؟ با خدا شوخی نمی کنم کشته میشین همه تو با ما کشته معرفتون لوتی و چه ترونیه؟ شما بکنم یه خبری دارم براتون یه شهید به من پیغام داد گفت محور عملیات دریاچه لو رفته همه تو کشته میشین عراقی ها میدونن امشب عملیات به خدا دارم رست میگم عراقی ها میدونن خدا دارم راست میگم هی بزرگ رو باید کنم نه رو بابا بارم یا الله آج هستم کار فوری پیش اومده بسم الله آج هستم خیره بازم اینجا روشن حالا خطایی کرده چیزی گفته چی شده خب اومده بلنگور گرفته دستش وسط اردوگاه داد و بیداد که همه تون شهید میشین و محور عملیات لو رفته و این حرفا یعنی چی لو رفته چی لو روشن خیلی بیجا کرده این دریوری رو پشت بلنگ گفته تعویض میگی هاشم خلی حالا باز هی پال درمیونی کن که بمونه الان کجاست نازش میگه حرفی سام شد الان آورده میشین چه داره التماس میکنه میگه میخوام با سعید صحبت کنم میگه انگار یه مجروح موقع شهادت یه حرفی بزنه بی زحمت بیاره شما تکلیفش روشن کنم برو به کارت پلیس درست که گفتی تو حسینیه با تو دارم حرف بزنم یه نفر رو بردم سه ساده مهراج خب بعدش سلام آجا چاخ سلامتی باشه برای بعد جواب چیزی که پرسیدم رو بده کلمه به کلمه رو بده گفت عراقی ها میدونن عملیاته گفت دریاچه میشه صحرای کربلا تا چند سال همینجور استخون شهیده که از دریاچه میکشن بیرون سب کن ببینم
این بنده خدایی که میگی تا چند سال بعد از کجا میدونی؟ چی؟ کی بهت اینا رو گفت؟ دقیقاً بگو. سر تو بیار بالا. خیلی خوب. آقا سعید. به من نگاه کن. آقا سعید. آقا سعید آروم باش. آقا سعید کوچه رو. چه بوجه میگی مسخره یا؟ آروم باش آقا. آروم باش صدات رو بالا. چه فرض کردی؟ کلوکایی نکن. به جاش بپرس که کی این حرفا رو زده. این اطلاعات ستون پنجم بهش داده. بهش گفته به اسم خواب و کشف و کرامت بیاد شب عملیات روحی بچه‌ها رو بیاره پایین. چند ماه پیشم همین که عذاب برای شده بچه‌ها گفته بود که سال 67 جنگ تموم میشه. سال 68 زبون الله امام فوت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آجاستم همین الان میبریش قضایی تا بیام تکلیفش رو روشن کنم. بریم آقا. اصلا آقا چرا وایسادی شما؟ این شما را میگید از حرفش. اگرم وضو خواستی بگیری یا کار واجب بشی محکم بزن بده. حلالیت بسرم نباید میذاشتم بیا اینجا نباید سکوت میکرم. یعنی شما الان شهید شدین؟ پیکرتون کجاست؟ کیف دریاچه. تا آخرش رفتی؟ اینجا سردتون نمیشه؟ نه هوا عالیه مثل اول بهار. هیچی رو حرف من حساب نمیکنه، ولی از اینجا برم بیرون حتما پیغام میدم میگم بیان پیداتون کنم. سالها طول میکشه تا پیکر مایی پیدا کنه. سید اکبر من نمیذارم، هر جوری هست میارم تو بیرون. رضا کوکا دیگه از این بعد باید سکوت کنی. از این بعد هر چیه که دیدی نه سکوت علامت رضاست. بچه ها چه خیلی بچه ها همه رفتن خط. معلوم نیست عملی ها چند روز طول میکشه. این بارم جستی آرزو برو سر زندگیت. منم دوباره در به سمه خوشم برم.
اومدم امروز دیگه ازت جواب بگیرم. صدامو میشنفی؟ این حکم کدوم دادگاهه؟ کدوم محکمه گفته تو بری بی خبر اونور منو دست تنها بذاری با دوتا بچه تو این دنیای بیرم؟ فکر کردی آسون بود؟ فکر کردی آسونه؟ که قبر خالی بی انصاف سهم من یه قبر خالی بود که بشنم سرش زار بزنم. به اون بالا یا به اون سهمی بندیتون عادلانه نیست. صدامو میشنم منم با شما. شهید کیه؟ مسوا جان جانم این عینک منو بده. الان میزنم چشت. دست درد نکن. چه خوشگل شدی شما امروز. بازم همون خواب دیدی؟ آره. من نمیدونم این زن تو خواب من چی میخواد، چه ربطی به من داره آخه؟ حتما یه ربطی داره دیگه. صورتشو ندیدی؟ نه، میدونی همیشه یه جورایی صورتش پوشیده است. بعدش من تا حالا کی تو صورت زن مردم نگاه کردم که تو متلک میگی؟ نمیدونم، ولی یه حسی به من میگه این زن آشناست. بعضی وقتا حس منم خیلی قوی میشه، درست مثل خودت. خب الان امروز حس تو قویه؟ خیلی. لااقل تو بپرس ببینی زن کیه چیه، من که نمیفهمم که. حسا این زن کیه که همش میاد تو خواب رضا ها؟ میگه چی میگه؟ میگه قراره همین روزا سر و کلش پیدا بشه. چند ساعته که دارم این نقشه رو نگاه میکنم. شیدی هم دستگیره چاد؟ همشون اینجا زل شمال شرق دریاچه. مطمئنی؟ بعد جوری دنبالتن رضا. یه موقع گیرت نندازم من بعد بخشم. من پا به ما. چه فکر را میکنی تو؟ بیا بریم بیرون یکم با هم قدم بزنیم. بابا پاییز تموم شد، بارون بارید نیومدی، برف اومد نیومدی، امروز که دیگه هوا خوبه. بیا بریم بیرون. چش غریبه که به ما بیفته. ما میمیریم، من و بچه هم میمیریم. به خدا فکر رو خیال میکنی، به قرآن داری به خودت تلقی میکنی. بی پدر و مادر. بابا چی میگی؟ شما دو یکی از این هر روزی آسایی شما رو هم میریزی. چه خبره؟ آسه ببینم نام و سر بود زن خواهد ما تو این خونه چی میگی؟ شما هر روز میان اینجا بلشون کن، بلشون کن، من خودم بسر بشن. من مادرتون رو بردم. بابا ساکت باش. چی میگی؟ بابا ساکت باش. زن و بچه تو این خونه تو گذنه برداری. اینا اومدن چوب و چمک سر ما کشیدن، یقین منو میگیری؟ هرچه دهنه در میاد میگم اصلا نمیدونم اینا چی میخوان هر روز میان بالا سر ما. تو نمیدونی؟ نه تو نمیدونی. تو حکم تخلیه رو ندیدی؟ نه چون رفتی به حکم تخلیه داره. همین دیگه، همین دیگه. بفرمایید. مسئله اینه یه مشکل خانوادگی بود. شما بفرمایید. دیفنباخی ها عالیه، نگران نباشید. بابا یک ماه تموم زبونم مو در آورد، میگم تخلیه کنیم بریم راحت بشیم. تخلیه کنیم کجا بریم بابای خدا؟ بیامرز ما از این زمین بونچاق دارن. بونچاق چیه مرد حسابی؟ این زمین انباته. سر بابای منو تو هم کلا گذاشتن. انبات چیه؟ مواد. بعدش هم سر بابای منو تو رو کلا گذاشتن. سر بابایمون سیاوشو که دیگه نمیتونن کلا بذارن که. اون سیاوش از تو مشکل تره. دیشب زنگ زدم بهش میگم مستر اونجا پت انداختی رو پت، حال و صفا و عشق و فلان و اینا، اصلا این خیالت نیست. اینجا هر شب دارم میزنم تو سر ما یک قمه میکشن. شما چی گفت؟ یه وکیل مشتی کار درست معرفی کرد، گفت بپرید برید پیشش. همینمون مونده پاشیم را بیافتیم بریم امریکا. چه اشکال داره؟ ما میریم امریکا، ما چیمون هم مشکل کمتره، میریم اونجا حال و صفا با اینا. ببین سر همین خیابون یه اتوبوس سوار میشیم صاف تگزاس.
نه اینجوریه. تگزاس چیه؟ آمریکا چیه؟ وکیل همین تهرانه. نترس. نترس. همین تهران هم شده یه پا تگزاس برای خودش. من برم این دیفنباخیای رو ردیف کنم. تو هم فکراتو بکن. بابا بن می‌کنیم میریم یه ویلای چیزی می‌گیریم حال می‌کنیم دیگه. حالت بابا، حواست باشه به این گل خیلی نبود آب بدی ها. خیلی ممنون چشم. چقدر شد؟ قابل نداره. پنج تا. سلام. فکر آقا باشن. بانو تو شغل چیه تو؟ پیش موتوری هم. گلدونو برای کی میخوای؟ برای زنم میخوام. عاشق گل پاپینه سفیدته. خیلی. چقدر بشه؟ تخرم با میدی؟ گفتی پیک موتوری؟ آره جونم. بیا. اینو داشته باش. فقط یه زحمتی بکش. منو تا یه جایی برس. نوکرت هم هستم. دم دم منتظرم. باش. دارم با سیاوش تو امریکا چت میکنم. ببخشید آقا. بله. کدوم از این گل پیاز داره؟ پیاز گل میخوام. اگه شما بلدید پیاز گل بکارید. نه. میگه با رضا فاشید برید دکتر احمد بره دکتر. دکتر یگانه وکیله. میشه به میاد بدیم پس چجور بکارمشون؟ من اصلا نمیکارمشون خانم. میگه برید دادگاه خانواده. نمیکاریم؟ پس چیکار میکنیشون؟ خاکشون میکنم. اول میشورمشون بعدش هم خاکشون میکنم. ببین میری طبقه آخر میگی اینو برسونن دست شخص آقای سعید صارمی. نه کسه دیگه ها. اسم منم نگی یه وقت. چی اگه میترسی نرو. من ترسیدم دیگه فوشمون نده آقا روشن. خودش اینجا جلی اومده. سردار صارمی گفتی پیک موتوریه دیگه؟ بله. حاجی یه سوالو گفتم علا وکیلی شاکی نمیشی؟ نه عزیزم بپرس. شما بچه حزب الله چیکار میکنید که اینقدر ایشاتون خوشگل مامان در میاد؟ خیلی مامان در اومده. گناه خودیه. راستی این هزینه پیک با شما حساب کنم دیگه. آره همینجا باش الان میام. باشه. برو بر اینجا برو. بله. جو میماشه. نامره. اکیه. نمیدونم از کجاست. کی آورده؟ پیک موتوری آورد. بودو دنبال بودو اونو بگرم اون داستان میشه بودو آجی اکو این طرف نمیدونم آجا من یه دقیقه آمدم تو اتاق شما برگشتم چه شکلی بود؟ بابا از این پسر جوان ها که یه لباس آبی تنش بود موهاشم ژل زده بود آجا برو منو بگرم چه برو اون طرف بگرم پیداش میکنی یا نه آقا روشن اون تو چی نوشته بود این را اینقدر برزخ شده ایچی بابا میخوام کمکشون کنم آبا بی خیال شو اونا کمک تو رو میخوان چیکار کل انداز بگیرن میکنن تو گونی ها گونی چیه همینا سه شبانه روز منو انداختن تو کانتینه نه اسمی که تن خودتم میخوره دفتر فرمانده حفاظت رو بگیر بگو یه نیروی کاربلدشون رو فرستن اینجا چشم بگو فوریه چشم الان چشم بزن کمک تو سربالایی نمونی میدونی حالگیری یعنی چی؟ یعنی همین که موبایل آدم رو دم در ازش بگیرن حالا من چجوری شازده رو پیدا کنم؟ خب چرا با خود دکتر یگانه قرار نداشت؟ دوکی خیلی کلفته واسه ما رو قابل نمیدونه به خاطر همین کار ما رو داده دست این جوجه وکیلا که خودش گرفتار زنم لعنت کنم معلومه تو میتونی منو لعنت کنی معلومه زورت به من میرسه اگه زورت به خودت رسید درسته قربونت برم آروم باش بریم بکنم اون جوانی که دنبالش میگردی اونه آقای حقی بله شاکرم من مرادم من مراد دکتر باغچه بله شاکریم بروید این اعلام رسمی سال 55 که میگه زمین مواته ای تو روح امواتشون این پهلوی رو میگم طاغوت این هم مال دو سال پیش زمین شهریه که میگه مواته اینام خدا رحمت کنه امواتشون البته ولی خداییش باباهای ما پول دادن اینجا رو خریدن بونجاق داریم نداریم بفرما داریم سر باباهای هر ستاتون کلا گذاشتن کاشته جان ما رو کاشتی؟ نه مال خودمه حالا تکلیف ما چیه بالاخره؟ با یه حکم قلقم تمام وسایلتون رو می‌ریزن کف خیابون. یه قرون هم بهتون نمیدن. بفرما. یه قرون هم بهمون نمیدن. ببینم حالا این وسط مسطا این دکتر یگانه چه حالی میتونه به ما بده؟ دکتر یگانه نفری 75% ازتون میگیره. حکم مبادتون میشونه. ایول.
خیلی سیستم باحالی 75%. ببینم این دکتر یگانه شما احیانا سر گردنه دفتر نداشته قبلا. همینه دیگه. داره از آبرو اعتبارش میذاره. اگه ناراحتی خب بی خیال بشی. اما با چه بی خیالی، گرفتاریم دیگه. شما خوبی؟ چرا اینقدر عرق کردی؟ نمیدونم، هوای اینجا یه کمی خفه است. البته این رفیق ما یه خورده کلن کسالت داره، نامیزونه. یه عرق تو بکن. چیه؟ چت شد؟ خوبی؟ ببینم جوو، تو اسمت چیه؟ رحمان حقی. چطور؟ رحمان حقی، بابایی، دایی، عمویی که حسی داشتی که تو جبهه بوده باشه؟ آقا مراد، شماره منو که داری، سه تا شریکا بشینید عقلتون رو بریزید رو هم، به توافق رسیدید به من خبر بدید. بریزیم رو هم توافق. هیچکی از کس و کار تو جبهه شهید نشده؟ ها؟ دو سالم بود بابام رفت همون جبهه که میگی، جنازه‌ش هم برنگشت. این هم سوغات همون جنگیه که تو حرفشو میزنی. حالا منظور منظوری که نه. کدوم منطقه بابا؟ بابا چه سالی شهید شده؟ کی؟ شما مأمور تجسسی، تو که میگفتی این رفیقت باغونه که. به دل نگیر حقی جور. اسم بابا چی بود؟ آقای حقی. حالش حقی جور. بابا چی بوده؟ آقای حقی. ول کن. تو به بابا ننه مردم چی کار داری مرد حسابی شنگول؟ میخوای آمار عمشم در بیاری؟ خیلی سال بود اینجوری نشده بودم. یکی از اون گره های قدیمی خودم رو مچ دست این پسره دیدم. مواظب دستت باش. یه موقع شیشه نبردتش. آخه یعنی چی؟ من این پارچه ها رو فقط رو مچ دست شهدا می‌بستم. این پسر اصلا سنش قد نمیره به این حرفا، خیلی جوونه. خب شاید این یه نشونه است. آره راست میگه. قیافه‌شم خیلی آشنا بود. باید بفهم داستانش چیه، دست از سرش بر نمیدارم. خانوم، یه مشتری خارجی اومده با مترجمش، میخوام کلی سفارش رو عمده بدن. بگم کی میای؟ مگه کارام عمده نمیفروشم، میدونی که؟ آخه اینو میخوان تمام پول سفارش رو پیش پیش یورو بدن، قبول کنی؟ حالا هرچی، آدم خاک وطنشو که مشمش نمیفروشه. برو یه جوری ردشون کن برن، ازشون معذرت خواهی کن. نمیدونه مرد گنده وایساده التماس من میکنه خطام چی بوده. بیان جواب منو بده. منو نگاه کن. ده برادر بزرگتر تو بده. من برادر بزرگتر نمیخوام رحمان. خونه آنچنانی نمیخوام. ماشین گرون قیمت نمیخوام. حالم داره به هم میخوره. خیلی خوب. نمیخوای چی میخوای؟ به من بگو چی میخوای. دقیقاً بگو چی میخوای. ها؟ چی میخوای؟ تو نمیتونی بهم بدی. به جون ماما جورش میکنم. به من بگو چی میخوای. میگم جورش بابامو میخوام. میتونی برام بیاریش؟ اما سلام. خسته نباشی. با ریحان حرف زدم. فهمیدم. صداتون تا اینجا میومد. بازم جواب ندارم. ولی جدی جدی انگار یه چیزی هست. شوهرش استاد و رفیق توه. از اون میپرسیدی چی شده؟ پرسیدم. ده بار پرسیدم. میگه از ریحان سوال کن، اگه جواب داد به منم بگو. من که میدونم شما دوتا چتونه. ولی خب چمونه مامان؟ اون تو با من هنوز قهری؟ به خاطر نماز نخوندن و روزه نگرفتن و به قول شما یه ذره قرتی بازی آدم با گل پسرش قهر میکنه. قربونت برم. نه بچه قهر بکنه. تو نماز نخون، روزم نگیر. مثلا من چی کارم که به تو بگم چی کار بکن چی کار نکن؟ باش من رفت. خدا حافظ. آقا حقی سلام. خوبی آقا حقی؟ قبل اینکه خانمم بیاد من خواستم یه چیزی عرض کنم خدمتتون.
توهم این زنم به خدا ما رو بیچاره کرده. قربونت دارم قرار بود که برای من کاری انجام بدی. پس چی شد پس؟ شما جناب من فامیل سعیدی. سعیدی. من امروز پرونده‌تون رو مطالعه کردم. ببینید این موارد جزئی که دادگاه نداره. فک و فامیل و ریش سفیده رو جمع کن آشتیتون بده تمامشو بره. موارد جزئی چی آقا حقی؟ من میگم خانم مشکل داره، دارو میخوره، دکتر میره، مشکل رو روانی داره. قرار شد که پرونده پزشکیش هم بیارم شما مطالعه کنید که. گوش کنید آقا. شما با خانمت صحبت کن، دلشو به دست بیار. من امروز باهاش صحبت می‌کنم، آشتیتون میدم. نگران نباش، حل میشه. آشتی چیه؟ آقا حقی، آشتی چیه؟ تو الان وکیل منی، من دارم بهت پول میدم، میگم میخوام از زنم ببرم، میخوام طلاقش بدم. یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدن من؟ مسابقه است که ببری؟ من تعجب میکنم از این دکتر یگانه که تو رو به من معرفی کرده. مؤدب باش. چیه من دارم حرف میزنم این سر تکون میدی؟ بفرما آقا رحمان. اونو چه جوری گذاشتم بیاری تو؟ شما چرا اینقدر شاخکات ضعیفه؟ آقا پسر تمرکزمو ریختی به هم، نفهمیدم چی گفتم. چند میلیون حق الوکاله رو پروندی رفت. می‌دونی مال چیه؟ مال ترمزاته. ترمزات کند شده. اونجایی که باید جلوتو بگیره نگهت داره، نگهت نمی‌داره. آدم عجیب غریبی هستی تو. ببین شما باید یه روز پاشی بیای باغچه ما یه کمی گل و گیاه ببینی. برات خوبه. یه کمی نفس بکشی. چی از صبح تا شب خودتو تو این راه رو جیغ و دعوا اسیر کردی؟ باغچه شما چیکار دارم؟ من گرفتاری دارم، وقت نمی‌کنم سرمو بخوابم. گرفتاری چی داری؟ دیوونم کرده به امامش تو. حاجی کی؟ نمیدونم هر کی هست سه تا نقشه فرستاده درست و اساسی. آخریش چی؟ نیم ساعت پیش بچه ها زنگ زدن رسیدن به سه تا شهید. خب اینو ببین، هر کی هست دقیق جای بچه ها رو میدونه. تو این سالهای 33 کیلومتر ما شخم زدیم، دیگه الان رفتیم تو خاک عراق داریم تفحص میکنیم، ولی هر کی هست ما رو بر میگردونه تو خاک خودمون دقیق سر سفره بچه ها. دشمنه ستون پنجم کیه؟ چیزی میگی ها؟ ستون پنجم چرا باید نقشه جای شهدا رو برام بفرسته؟ پس چرا این همه سال خبری ازش نبوده؟ این دیگه یه رازیه بین خودش و خدای خودش. مشخصاتش؟ یه پیرمرد عینکی. شاید خودیه، شاید اونم مثل ما پیر شده. چی بگم؟ از کار شماره 8 3 تا هر سه تاشون هم حضوری کارت کشیدن. از کار شماره 12 اون گرونه. یه دونه فروختیم با چک، البته مرد گالری دار بود، چک روز داد. ببین چه گره جالبی زده. تا با حال ندیده بودم کسی اینطوری گره بزنه ها. نه آره خیلی خوشگله، شبیه یه گلیه. من فردا میرم دادگاه دادخواست طلاق میدم. اونجا چی بگم ها؟ یه حرف بزن، یه چیزی بگو من به اونجا بگم. تو صبح اول وقت برو. میرم، نمیگم که نمیرم، به جون ماما میرم. فقط بهشون چی بگم؟ بگم شوهرش اختلال روانی داره، نمیدونم خرجی نمیده، ضرب و شتم میکنه. برم اونجا چی بهشون بگم؟ تو دادخواست چی بنویسم؟ نکن انگشتت اونجوری. یه چیزی به من بگو دیگه. میگم نکن انگشتت اونجوری. این که میگی کاش بابا بود، خب بابا نیست، داداش بزرگترت که هست. ببین منو ریحان، ببین منو، ببین منو. مشکلش مشکل مردونگی این صحبت‌ها است. چرا چی رو تو فرت می‌گی؟ خب دادگاه همین چیزها رو قبول می‌کنه دیگه. برو بیرون. رضا. آقا رضا. رضا پاشو. پسره اومده. چی؟ پسره اومده. کدوم پسره؟ رحمانه، میدونستم میاد. آقا رضا. بالاخره کار خودتو کردی. آقا رضا مکانیک. آقا رضا. راست اومدی. دیدی گفتم میای. آره اومدم، اومدم یه نگاهی به این ترمزام بندازی، خوب کار نمیکنه. مرسی. عجب میاد که اینجا راحت 45 میلیارد میارزه. ای بابا من تو بیشتر این حرفا مال تو چی مثلا؟ پول 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 بگو پول گذاشت دیگه. الان همین چی شده؟ اصلا یه گور بابای این پول. آره آره گور بابای این پول، ولی همینی که هست. اصلا تو میخوای پولدار بشه که چی بشه؟ مثلا حال کن. حال کنی که چی بشه؟ خالی بشه. خالی بشی از چی آخه؟ اصلا تو این تو و این تو به جز آتشخال چی جمع کردی که حالا میخوای خالی بشی؟ دیگه داره توهین میشه ها. توهین هم یه قطعه بعد نیست ها، اگه تلنگر باشه.
پس گردنی هم یه جایی افاقه میکنه. آقا دکتر یگانه میگه شکستن حکم مواد اینجا قطعیه. شما شریکات حاضرید اون سهمی که میخواد بزن؟ این سر و کله تو چند تا ورودی داره؟ ببین چیکار میکنی؟ نه ترس بابا، ببین این دوتا، این دوتا، اینم دوتا، شیش تا، اینم یکی هفت تا. اینا ورودی آتشقال هن، اگه مواظبشون نباشی، اگه ترمزات خوب کار نکنه، این وجود مبارکت میشه پر از آتشقال. حالا تو هی بگو پول. چی میگی تو واسه خودت؟ بیا بریم، بیا بریم دالون بهش رو بهت نشون بدم. سلام خوشگلای من، براتون مهمون آوردم، آقا رحمان پول دوست. پول دوست چی آقا رضا؟ پول دوستی دیگه، از وقتی اومدی هی پول پول میکنی. دوست داری دیگه، لباسای چند میلیونی، ماشین چند صد میلیونی، کفش برند، همه اینا رو دوست داری. ولی نمیدونم شب که میخوابی چرا حالت بده ها؟ اینو شده از خودت بپرسی چرا حالت بده؟ اینا چرا حالشون خوبه؟ شما ماشین داری؟ خونه دارین شما؟ و چرا اینا حالتون خوبه؟ ها؟ این خوشگله رو ببین، این چرا حالش خوبه؟ بعد میفتی به مشروب خوری، دود و هپروت، قرص خواب، ولی خوابت نمیبره که. تا چشاتو میذاری رو هم، همه این آتشخالایی که دوروبر خودت جمع کردی اینه هو برده سینما میاد جلوت. ملت، بیایی تماشا. سلام، چه خبره؟ حرفی نزد هنوز؟ تو چرا گفتی میخوای منو ببینی؟ چی شده که تلفنی نمیتونی بگی؟ تو نمیدونی ما نباید همدیگر رو ببینیم؟ اومدم تکلیف خودم رو روشن کنم. 6 ماه بهم قول دادی بابامو از زندون در میاری، هیچ جوابی هم بهم نمیدی، پس چی شد؟ ای بابا 10 بار گفتم اعتراض گذاشتم رو پروندهش، رفته تجدید نظر، درست میشه دیگه، قول دادم بهت. یعنی بابای من به زودی از زندان در میاد دیگه؟ نه بله. کجا میرسونمت؟ نمیخواد، خودم میرم. حالم خوب نیست، میخوام یکم قدم بزنم. بازم که اومدی پسر، رضا تو رم سید کرد. اگه بچه اولم سر زا نرفته بود، منم الان این مامانتی پسر داشتم. سوال که های دکتر یگانه، ارادتمندم، چاکر شما، قربونت. واقعا قرض از مزاحمت این جوونه وردستت با این آقا رضای ما بدجور قاطی شده، همچی تریپ رفاقت برداشتن، توپ گل میگن، گل میشن. آره جون دکتر الان همینجاست. اون شریکتون تو امریکا هم بالاخره به برادرش وکالت داد. شما آقا رضا هم بیاین محضر امضا کنین دیگه تمومه ها. نه رحمان حقی دیگه تو این پرونده کاری نیست. با این شریکات برید محضر امضا کنید تموم شه بره. اصلا دلم نمیخواد اینجا رو مفت از چنگتون در بیارم. انگار 30 سال باهات رفیقم، نگرانتم. من که دلم نیست برم، ولی اگه شما میگی چشم رفیق، میرم. سلام. چرا طلاقم نمیدی؟ زنمی، دوستت دارم. دوستم داری؟ یا میخوایی منو شکنجه کنی؟ همین الان برمیگرد بیره سر خونه زندگیت. خجالت نمیکشی تو؟ یک هفته سرام منت مامانتو میکشم بیای دو کلوم باهات حرف بزنم. و من چی خواستم ازت؟ من فقط یه بچه خواستم. اگه منتظر موندی من به همه بگم چی شده نمیگم. خودت بیا برای طلاق، نظر بکشه به دادگاه. الان این فیلم برای قاضی کافیه که حکم طلاقمو بده دیگه، درسته؟ شاید براتون سخت باشه این صحنه ها رو ببینید، ولی باور کنین از وقتی باهاتون آشنا شدم یه حس اعتماد عجیبی بهتون دارم. فقط شما میتونید نجاتم بدید. عذرخواهی میکنم خانم، من نمیتونم وکالتتون رو قبول کنم. خب آخه چرا؟ به دکتر یگانه میگم یکی از همکارای بهتر از منو بهتون معرفی کنه که مشکلتون به زودی حل بشه. خدای نکرده با حرفم ناراحتتون کردم. نه. خانم لاجوردی، این پرونده بسته است، خانم راهنمایی کنید.
سلام. تو مگه دادگاه نداری امروز؟ یه ساعت دیگه است. نامه اداره ثبتش امروز رو میزه. ببر به رفیقت نشون بده. سهم ما رو به نام بزن، حق خودش هم بگیره. درست نیست آخر عمری آواره خیابون بشه. مراد میگفت بچه‌های جنگ بوده. جنگ شما و ریحان که قراره تموم بشه. نمیدونم چشه. به کسی هم که چیزی نمیگه. حتما یه چیزی هستی که شما نمیگی. پرونده موکلی رو که بهت معرفی کرده بودم چرا پس دادی؟ طرف کلی هزینه کرده بود. گفتم که پولش پس میدم. الان هم یه پرونده رد کردم. عجب. تو هم مثل ریحان یه چیزیت شده. نسوزی ماما. آخ نه. اونو بذار اینجا. اگه اجازه بدی من بکشم. باشه مده. بذار کاسه ها رو برات بیارم. خانمش حامله است؟ خانم کی؟ آقا رضا. نمیشناسیش، هم باغبونه. آره. منتها رحمان میگفت میترسه از خونه بیاد بیرون. یه جو توهمه. پیش میاد موقع حاملگی. ما یه شب دعوتشون میکنی بیان ببینیمشون. اگه اجازه بده من چند روز میخوام برم شهرستان. دلم واسه مامانم خیلی تنگ شده. دلتنگی بدترین درد دنیاست. از اون بدتر چشم انتظاری. جانم چی شده این لباسای پلوخوری منو آوردی بیرون و توشون کردی؟ بعد از این باید ترتمیزتر باشی آقا رضا. تو دست از این مسئله گفتن رو زر نمیداری نه؟ چه نقاشی های قشنگی. پاکت رو بده به رحمان، بگو برای اداره تفحص ایمیل کن. آخه اون بچه هم خیلی دلش میخواست این وسط یه سهمی داشته باشه. باشه. ما خیلی ارادت داریم خدمت استاد. یک کود خارجی سلام ببخشید. ببخشید. سلام علیکم، بفرمایید. آقای روشن؟ روشن؟ بله. رضا روشن. بله بله. بله رضا پایینه. او پایین رو پشت بومه. رو پشت بومه یا پایینه بلخه؟ نه. یعنی پایین رو پشت بوم داره برف پارو می‌کنه. ببخشید. ببخشید. رضا ببخشید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام. آقای روشن؟ بله بفرمایید. شما؟ من مادر رحمانم، رحمان حقی. آه خیلی خوش اومدید. ممنون. خدای نکرده برای آقا رحمان اتفاقی افتاده؟ بله اتفاقی افتاده. چی شده؟ من نمیدونم شما چی خوندین به گوشش که چند روز زیر و رو شده. هیچی، من نمیدونم به شما چی گفته. گلدون اینجا سرما زده؟ نه این ریشه هاش بزرگ شده دیگه، این تو براش تنگه، باید بذارمش تو زمین. بفرمید اینجا سرده. ممنون. اتفاقا منم کارم با خاکه. بله رحمان گفت خواستی که سفال و گلدونه گرون گرون میسازی. شما منرمندی. اختیار ده. رحمان به منم گفته که شما با خاک حرف میزنید. درست میز خودم با خاک؟ حالا من نمیدونم شما با خود خاک حرف میزنید یا با بابای خاک. بابای خاک؟ بله دیگه، هر چیزی یه صاحبی داره، بابایی داره. اگه با صاحبش حرف بزنید بیشتر جواب میگیری. بیشتر چی؟ ببخشید اصلا نمیدونم. شما اصلا داستانشو نشنیدین؟ نه. میگن یه روز مولا علی از جنگ برگشته بود، انقدر خسته و کوفته بوده که همینجوری زمین خوابش میبره. بعد پیغمبر از راه میرسه، میبینه صورت علی چسبیده به خاک. میگه این مردی که میبینید پدر خاکه. ابو ترا. ابو ترا. این نظریه بابای رحمانه، هر سال میپزه. از شما درد نکنه، قبول باشه، خدا رحمت شما. قبوله.
الو مهندس سلام. رحمانم حقی. قربان شما. شما خوبید؟ آقا یه زحمتی داشتم برات. یا آشنا تو اداره ثبت شمرون نداری یه کمکی به من بکنه؟ آره آره فقط فوریه. ممنونت میشم. این دفعه یه نقشه اساسی با ایمیل فرستاده. 5 تا به علاوه قرمز به معنی 5 تا شهید. سعید جان آدرس ایمیلشو برام بخون. آدرس ایمیلو بگو. جیمیل هاج آقا. r.haqi.63. شنیدی؟ شنیدی آج حسن؟ آره شنیدم. نگران نباش. تو مشتمونه. تو نه. تو هم نه. تو آره بابای خاک صدامو میشنفی بابای خاک اگه خاک واقعا دختر توه ازش میپرسی تن بابای بچه های منو کجای دلش گذاشته ازش میپرسی بابای بچه های من کجاست میتونی چند ساله که منتظرم دخترت بگو راز دلشو به من بگه من خستم بابای خاک رضا بد نگاه میکنی مگه غریبه دیدی؟ صورتت آشناست ست صادق موسوی تو ستاد معراج یادت گفتی دستامو بگیرین؟ من بهت چی گفتم؟ یادم نمیاد گفتم که یه روز میاد پاتو میگیریم آه یادم اومد آقا رضا 3 روز دیگه همین ساعت بیا اینجا میخواییم پاتو بگیریم چشم دیروز چی یاد فروغ دادی؟ بابای خاک 2 روز دیگه قراره برگردم پیش بچه ها برگردم خونه آقا رضا بله دمت گرم واسه رحمانم پدری کردی هوای ریحان منم داشته باش چشم من خانومتون رو دکترم بردین؟ نه دکتر نمیاد میخوایی من باش حرف بزنم وای میستم بیرون پشت در یه جوی که اصلا من نبینه نه والا قبول نمی کنم میفهمم واقعا گلدونتون قشنگه هنرمندانه از دستتون درد نکن خیلی ممنون آخ میگم دست خانومتون رو بگیرین بیارین کارگاه من این آدرسشی دستتون درد نکن سن شدین سفالار به میجو حال هوا شبه آره بشه. چرا که نه حتما امضای سفیدتون نمیزنین پاش؟ امضا سفید چیه؟ امضای سفیدتون پاپیونا رو میگیم ببخشید من دستم خاکیه اگه خودتون زحمت بکشید این دختر خانومتون خیلی دلگیره ناراحته انگار از یه چیزی چی بگم والا گمونم این روزا خیلی دلتنگ باباشه خیلی اصرار داشت خودش تنها با شما حرف بزن و همین با اجازتون من میرم عشقم بفرمایید ریحانم سپردم دست شما
شاید با شما حرف بزنه، یکم دلش سبک شه بچه. آقا مراد، من دارم از اداره صب استعلام زمین رو میگیرم. تا من نگفتم هیچ کدومتون دفترخونه نرید. متوجه شدیم؟ تا خودت به زبون خودت اوکی ندی، نه من نه رضا پامونو دفترخونه نمیذاریم. یعنی این رضایی که خودشم بخواد بره من نمیذارم. بالاخره به ما میگن آقا مراد دیگه. نوکرتم، چاکریم، در خدمتیم. خداحافظ. آقا اسم این گلات چیه؟ سیکلامه. ولی؟ بله آقا. ما از این بنت ها چند تا داریم؟ فکر کنم 240 تا. فکر کنی 240 تا. خب الان دونه چند میدی؟ دونه 20 تومن. 20 تومن. دونه 30 تومن هم که بخواییم بدیم؟ هفت و خورده. من نیست. میگه همه دنبال پولن. خودش هم همه چیزش شده پول در آوردن. تو این دو سه سال هم هر روز پولدارتر میشد. پشت سر هم بهم دروغ میگه. سفرهای آنچنانی میره. هر شب هم که میاد خونه لباسش بوی یه عطر رو میده. الان هم میخواد با یه بچه پابندم کنه. بابام توی وصیت نامش چند بار تاکید کرده نونه حلال. مامانم با پول معلمی ما رو بزرگ کرده، بعدشم با دستای گلی و سفالگری. من چجوری بچه هم با هر لقمه بزرگ کنم؟ میدونی الان باباتون بالا نشسته داره پوز تو رو به رفیقاش میده. سلام علیکم، بفرمایین داخل. خانمتون چیزی شده؟ بله، الان میرسم خدمت. سلام خانم. سلام. ببخشید موقع شب مزاحم شدم. دو تا خبر خوب داشتم که حتما باید میومدم بهتون میگفتم. یکیش در مورد ریحان خانومه. بالاخره به شما گفت بچه طلاق میخواد؟ بله. به نظر من حق داره. پدرش هم اگه بود حتما بهش حق میداد. حالا خودش بهتون میگه. بس. بس کن دیگه اسما خانم. باید از این در بری بیرون. هر چی میخواد بشه بشه. بچت هم مرد مرد، خودت هم مردی مردی. دیگه جای تو این خونه نیست، فهمیدی؟ میگه تو این خونه تو هیچ جایی نداری، باید از این خونه بری بیرون. من دیگه با اجازتون میرم، نگران اسما. نه سب کنی، شما کجا میدونین که شوهر من بین اون شهدایی که پیدا شدن؟ من هنوز تو دریاچه ماهی رفیقایی دارم که بهم خبر میدن. آقا شما کجا میدونین که مالک بین اوناست؟ آقا مالک یه نشونه داشت، دست راستش دو تا انگوش نداشت، درسته؟ من فردا دارم میرم، وقتی به شما خبر دادن شما هم تشریف بیارید. سلام برسید. خداحافظ. اسما جان، اسما خانم، اسما در برای چی بازه؟ اسما، اسما جان، رحمان اومده؟ رحمان کیلوی چنده؟ با خود دکتر یگانه جان قرار داریم. دکتر یگانه که ما از اول هم طرف حساب اون رحمان بوده. بود.
باغچه که بودیم خودش زنگ زد گفت بابا برید یه دفترخونه امضا کنید خیالتون راحت برید دیگه. چیه؟ استوب زدی؟ اصلا گوره بابای هرچی پول و زمین و امضای ایوان من میام امضا میزنم تموم میشه میرم. من دارم میرم شلمچه و اهواز. اسمو تو خونه تمناز حواست بهش باشه. شلمچه؟ اشتی اسما این خواهر منه، آبجی منه. من نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. من میگم تو کیپ اون موقع رو زدی و پس داری میری اون ورا. ایول دمت گرم. عجب زدی تو حال و هوای جوونیات. بینه نکنه بازم داری میری جنگ. نه این دفعه میرم پی گنج. 52 99 52 99 خودشه. این زمینه که مواد نیست، بنچاق داره، بنچاقش هم اینا تایید شده. یعنی چی؟ پس اینا چی میگه؟ مولا الان که میگه زمین مواد، اینا مال قبل از انقلابه. دوتاش هم جعلیه. مطمئنی؟ شک نکن، جفتشون جعلیه. سر تو کلاه گذاشتم. اینم آقا رضای گل ما خدمت شما. به به آقای روشن سلام. سلام. این آقا رحمان ما انقدر از شما تعریف کرد که ما ندیده خریدار شدیم. خیلی خوش اومدی. پلا به دور دستاتون چیزی شده؟ نه چیز خاصی نیست، حساسیت فصلیه. بفرمایید خواهش می‌کنم. فصلیه؟ بفرمایید. بله بفرمایید. معراج شهدای اعواد؟ بله. مزنه ویلا تو شمال چنده؟ خبر ندارم. اثر انگشت. آقا رضای روشن هم دیگه امضا اثر انگشت رو بزنن تمومه. سلام. چیه رئیس درسی گرفته؟ باش دکتر چه خبره؟ رحما تموم شد. رحما بردیم، توپ شدیم، توپ. 10 سال تو نخ این زمینه بودم، 10 سال. قصه نخور، یه 2 میلیاردی هم نصیب رضا مراد لومپن شد، بستشونه. 5 ماه آدم اجیر کردم آجر و سنگ بریزم تو خونش. مرتیکه دیوانه امضا کرد، حکم تخریبش هم گرفتم. حالا که پولدار شدی، یه مسافرت اروپا، یه دوست دختر توپ، هر وقتم خواسته زن بگیری یه دختر نجیب برات میگیرم درست مثل خواهرت. کجا؟ آقای رحمان عقلی؟ بله. به چند لازم داشت؟ چی شده؟ نقشه رو شما ایمیل کردی؟ بله. همون پیره مرده؟ عینکیه؟ بله. اسمش؟ یعنی اسمش؟ رضا، رضا روشن. کی؟ رضا روشن. چی شد آقا؟ مطمئنی؟ بله. بذار این آقا بره. چی شد آقا؟ شب عمدت روی بچه ها رو بیاره. چما بچه همین کذا باید بچه ها گفته بود که سال 68 زبانه بعد این همه سال بیلا بالا بیلا بیل بیل بیل
بیا 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 تو بیا 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 شما برید خراب کنید فقط همون جایی که بهتون گفتم ولی حواست باشه گلا رو خراب نکنن گلا رو اول فروختی میان میبرن بیا 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 مخلص شما آقا مراد شما هم که خانم والده آقا رحمان خودمون هستید آش نظری خدا قبول کنه معلوم هست چی کار داری میکنی شما چی کار میکنی قانونیه بخونم خب قانونیه که قانونیه بابا یه زن پا به ماه تو این خونه از گناه داره هول میکنه بدبخت ببینم خواهر من این آقا رضا به شما هم گفته که زنش نومای حامله است پا به ماست میترسه خونه بیاد بیرون بله بفهم چی بگم این رضا خودش که دیوونه است هیچ منم پاک دیوونه کرده همه عالم آدم هم داره دیوونه میکنه خواهر من این رضا شنگول شیرین عقله یعنی موجی موج گرفته مغزش داغونه ما از بچگی با هم بزرگ شدیم من میشناسمش 30 سال پیش که از جبهه برگشت اومد دید اسما خانم زنش سر زا رفته خدا رحمتش کنه وقتی که اینو دید قات زد بدجور قاطی کرد اگه شما حرف منو باور نمی‌کنی من آدرس بدم تشویر به اجدرا یکی از شهدا نشونه هایی پیدا شده که ما مطمئن شدیم شهید خود مالک حقیه ایشالله که خوبا باشیم خدا نگهدار
کجایی؟ من اومدم. شما الان کجایی؟ اگه نگفتین امروز بیام این ساعت بیام. خب من الان اومدم، شما کجایی؟ آشه خلی قائمی کجایی؟ سید اکبر کجایی؟ مالک بچه هاتو پیدا کردم، براشون پدری کردم، کجایی؟ بیای الان دستمو بگیری. مگه نگفتین دستمو میگیری؟ مگه نگفتین پامو میگیری؟ پس کجایین الان؟ سید اکبر بیا دیگه. شما میدونین اینجا چه خبره؟ شما میدونین اینجا چه خبره؟ کجا داریم میریم؟ اینجا آلوده است، پر مینه. خب اون چه جوری رفته اونجا؟ چی بلایی سرش نیومده؟ به خدا نمیدونم، به خدا نمیدونم. صبر کن خانم. خدا کمکش کنی. آقا رضا. صبر کن خانم، کجا داریم میریم؟ چه چی مرفه؟ من گوش نمیده پس. یه سرباز کسی پیدا کنی که راه بلد باشه. نمیشه. آقا رضا. نمیشه رو بی صدا رو. آقا رضا. سکوت کنم، سکوت کردم. پیغام فرستادی گفتی بیام اینجا، اومدم. الان رفیقای من کجا؟ رفیقای من کجا؟